در حالی که حکومت امرالله صالح و اشرف غنی در جنگ‌های کوچه بازاری و تبادله کلام بی‌معنا مصروف هستند، طالبا زیادتر از نیمه ولسوالی‌ها را گرفتند و آل در صدد محاصره اقتصادی تمام افغانستان و به خصوص کابل هستند. طالبا تلاش دارند که تمام سرحدات گمرکات در سرحدات در تصرف خود داشته باشند و نگذارند که مواد غذایی و مواد سوخت داخل افغانستان شد. در این زمانه که برق نیست و این مملکت یک مملکت گدایگر بود، مردم برای خود کشت زراعت اعلام کرده بودند، مردم کلگی کچکول داشت، از امریکا پیسه می گرفت. اینا برای خود، برای آینده خود کار نکرده بودند. افغانستان یک مملکت مصرفی بود. نکتای گکا، کالا گکا، دخترها پیرانکای عجیب و غریب، پیسه و روسی های چند هزار نفری، اما برای آینده خود یا فکر نکرده بودند. طالبان تمام گمرکات مملکت در تصرف خود گرفتند. سعی کنین از جمله دو بندر مهمترین افغانستان در هرات. طالبان همچنان شام پنجشنبه دو بندر ترقندی و اسلام قلعه هرات را تصرف کردند. فعلا کاروبار تجارت و حمل و نقل در این دو شهرهای اقتصادی متوقف است. هم ترقندی و هم اسلام قلعه دو اداره از اوره به طالبان گرفتن، مدیریت از اوره و دست طالبان سقوط کرد. تمام امو واردات و صادراتی که در دیروز ما داشتیم امروز متوقف. هر چیزی که وارد میکردیم، مواد خام فابریکات، پرزجات، مواد خوراکی، مواد سوختی و همه چیز. اما مسئولان محلی میگویند در حال انسجام نیروهای امنیتی هستند و به زودی عملیات پسگیری ولسوالی ها آغاز میشود. به این ترتیب کنترل مواد غذایی و نفتی را در دست خود میگیرند. افغانستان در معاصره اقتصادی قرار میتن. وقتی که مردم نان نداشت، شیمه علاوه اکبر گفتن هم دیگه نمیداشته باشند. امرالله و غنی حالا میخواین با مظاهره در مقابل طالبا این جنگ ببرن. این جنگ با شعار الله اکبر برده نمیشه، این جنگ با تفنگ و با هوشیاری برده میشه که رهبری از این جنگ اونمو امرالله غول و اشرف غنی پست رزیل است که ما شما را به اثر پالیسی های غلط با پاکستان و به طالبا داد. مردم باید هوشیار شوند. شما سعی کنین از این که دیگه سیلی بزرگ بر رخ مردم افغانستان سعی کنین. زندانیانی که بامداد امروز پس از افتادن زندان مرکزی جوزجان به دست طالبان در حال فرارند. شبرغان پس از درگیری های سنگین سرانجام به دست طالبان افتاد. تی مردم ولایت جوزجان مهاجر شدن، فرارنده شدن، شهر خالی است. بسیاری از ساختمان‌های کلیدی در شبرغان دیروز میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شدند، اما به گفته گواهان طالبان امروز بار دیگر توانستند این بخش‌ها به شمول ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس، ریاست امنیت ملی، خانه و قصر مارشال دوستم را بگیرند. قصر جنرال دوستم، طالب از قصر جنرال دوستم آمده اعلان میکند. الحمدلله مقام ولایت جوزجان مرکز شبرغان جوزجان ولایت مقام دی چې برای مشان در مجاهدونو تعالی په سره سره فتح کړي او تقریبا شل پنځه جرام شوالا و جنرال دوستم که همیشه میگفت دیگه ما مردم که بیایم که ما ایت میکنیم اما اشرف غنی اجازه بده تمام طالبان را تار و مار اینی دینت شرایط خاص وقتی که قصر خودم ماند که طالب بگیره بسیار یک سیلی کلان در رخ مردم ازبک ما بود، در رخ مردم تاجک، ازبک، از عرب، پشتون، زد پاکستان، در رخ کلگی ما بود و حال معلوم میشه که رهبرهای افغانستان اوطوره که داد میزدن نبود با بچه ترسانی جنگ برده نمیشه. هموطن عزیزم، افغانستان امروز به یک قایق شکسته کوچک میمانه در درون امواج بزرگ از یک دریای پرخم و پیچه که همه سنگ است که در این دیوار میخوره و در اون دیوار و در اون دیوار و در مابین از این یک ملت است. اون ملت ما و شما هستیم. این جنگ رهبری میخواه، هوشیاری سیاسی میخواه. اگر خودت اینی جا یک چیز داری هموطن عزیزم، کوشش کن که خیزش های مردمی را
یک جهت مثبت بتی و چی در درون افغانستان و چی اتا در بیرون افغانستان بدون از او یاد شما باشه که ما جنگ برده نمیتانیم. یه احساسات پایین میشینه، مردم از گشنگی دیگه شیمه نمیداشته باشه، طالبان موفق میشن، ما در مقابل دسایس انگلیس و فتنه پاکستان میجنگیم با اشرف غنی و امرالله غول.